بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه همراهان هماره ایران فردا در مام میهن با دوشنبه شب دیگر برنامه های خبری تحلیلی تلویزیون ایران فردا را میگشاییم با برنامه شامگاهی صفحه یک با آخرین و مهمترین مطالب منتشره در روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا به روال معمول همه شب نخواست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب دوشنبه جدال جدید جلیلی و ظریف حول برجام و فرجام توافق هسته‌ای موج بیوقفه مرگومیر و, و کشتار پناهجویان سرگردان در آبها و دریاهای ترکیه و یونان با تازه ترین غرق شدگان در بحرهای یونان همچنین در حوزه حقوق بشر در گذشت شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان رجایی شهر کرج ادامه بحران سوریه در اظهار نظرهای مسئولین غربی با اظهار موضع تازه ی وزیر کشور آلمان نسبت به ضرورت برخورد قاطعتر در قبال بشار اسد و از سوی دیگر و ساخت باند فرودگاه در لازقیه سوریه توسط دولت روسیه همچنین ایجاد سیاست های کنترل مرزی از سوی آلمان برای جلوگیری از سرریز شدن پناهجویان سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب دوشنبه 23 شهریور ماست که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید همچون همه شب نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه و برگزیده که شرح تکمیلی هر یک در برنامه شامگاهی آن سوی خبر به اطلاع خواهد رسید ادامه برنامه امشب با خبرهای کوتاه و برگزیده کماکان پناهجویان بر صدر رسانه های جهان جای داشتند در تازه ترین اخبار دریافتی گزارش شد وزیر کشور آلمان اعلام کرد که مقررات کنترل مرزی با اتریش برای جلوگیری از ادامه سرازیر شدن پناهجویان به این کشور موقتا دوباره برقرار می شود. توماس میزیر وزیر کشور آلمان دیروز یک شنبه 22 شهریور گفت پناهجویان دیگر نمی توانند اولین کشور میزبان خود را انتخاب کنند و اعضای اتحادیه اروپا هم باید مقررات این اتحادیه را برای ثبت نام پناهجویانی که ابتدا وارد این کشورها می شوند رعایت کنند. ساعتی پیش از آن نیز شهردار مونیخ اشاره کرده بود که با چالش بزرگ پذیرایی و جابجایی موج پناهجویان مواجه هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه فرانس پرس، نهادهای غیر دولتی و داوطلبان نیز در ایستگاه های قطار کمک های اهدایی مردم را میان تازه واردان در مونیخ توضیح می کنند. سخنگوی پلیس مونیخ اعلام کرد که ظرف دو هفته گذشته حدود 63 هزار مهاجر رو پناهجو وارد ایستگاه اصلی قطار مونیخ شدند و افزود که ظرفیت ما دیگر پر شده است و اما در سوی دیگر ماجرا پناهجویان سرگردان در دریاها گزارش شد که همزمان روز یکشنبه 28 پناهجوی دیگر با واژگونی قایق حامل آنها در یکی از جزایر یونان جان خود را از دست دادند به گزارش خبرگزاری فرانس پرس Setting out to sea, motoring out from the Turkish coast on what could be a relaxing cruise, except we're following the trail of tens of thousands of migrants and refugees trying to reach Europe. Here's what's crazy about the economics of this wave of human migration it cost us 600 euros. To charter this private sailboat to carry our entire CNN team from Turkey to Greece. Smugglers are charging Syrian refugees exactly double that per person, 1,200 euros, to board overcrowded rubber dinghies to take them to that Greek island. This is what the migrant voyage to Greece looks like. It isn't just more expensive, it's also dangerous. We find floating in the Aegean Sea a lone life jacket. گارد ساحلی یونان توانست 68 تن دیگر را نجات دهد و 29 تن هم شناکنان خود را به ساحل رساندند. ادامه خبرهای کوتاه با موج جدید حجمه دل و به توافق هسته‌ای این بار با جدال جدید شخص جلیلی علیه جواد ظریف سعید جلیلی رئیس تیم سابق مذاکره اتمی ایران میگوید که توافق اتمی وین بیش از پنجاه منفذ و دریچه بازرسی و دسترسی بیگانگان و دشمنان ملت را رو بر روی حیطه های نظامی و حساس کشور گشوده است به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون ویژه برجام با اشاره به گفته های جلیلی در جلسه دیروز یکشنبه 22 شهری بر گفت که به اعتقاد رئیس تیم سابق مذاکره اتمی ای ایران حتی پس از اجرای توافق اتمی ویان بسیاری از تحریم ها علیه ایران باقی میماند و هیچ یک از تحریم های آمریکا لغو نمی شود بر اساس این گزارش به گفته جلیلی برخی از تحریم ها مانند تحریم سوئیفت تحریم سوخت رسانی به کشتی ها و هواپیما های باربری. همچنین تحریم دارایی های 224 و و شخص حقیقی و حقوقی مانند برخی دانشگاه ها بانک ها سازمان ها شرکت ها نهادهای اقتصادی و گروه های صنعتی تا هشت سال دیگر حتی تعلیق هم نمی شوند چه برسد به لغو اما در سوی دیگر ماجرا وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که در واقع به نوعی پاسخ بود به سعید جلیلی گفت با تأکید بر خروج ایران از زیل فصل هفت گفته است که غیر از یک مورد تجویز برگشت پذیری تحریم ها بقیه امتیازاتی است که در قبال لغو تحریم های قطنامه های قبلی به ما داده شده است و با یک خبر تراژیک از حوزه حقوق بشر و زندان ها در ایران بخش مروری کوتاه بر خبرهای کوتاه را پی میگیریم شاهروخ زمانی فعال کارگری به علت سکته مغزی در زندان رجایی شهر کرج جان باخت آقای زمانی در سال 1390 به اتهام تلاش برای تشکیل سندیکای کارگری به 11 سال زندان محکوم شده بود ایشان در چهار سال اخیر در زندانهای دیگر مثل تبریز، یزد و قزل حصار هم زندانی بود. سی و شش روز را رو هم در انفرادی گذراند و مدتی هم اعتصاب قضا کرده بود. ایشان در این مدت حتی برای ازدواج دختر و مرگ مادرش هم اجازه مرخصی پیدا نکرد. آقای زمانی سال پیش در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران از ارعاب و تهدید خود و اعمال فشار به خانواده اش شکایت کرد و از یکی از کارشناسان دیوان عالی کشور نقل قول کرده بود که در حق او اجهاف شده و کوچکترین ادله قانونی و محکمه پسندی که قاضی بتواند این حکم را بدهد موجود نیست او در این نامه نوشته بود یکی از افراد حقوق بشر اسلامی در تهران در مقابل پیگیری زیاد پرونده به همسر من گفته است که خانم چیزی از اینجا آید شما نخواهد شد تصمیم جای دیگری گرفته شده است شما تنها به حقوق بشر جهانی می توانید مراجعه کنید آقای زمانی که نقاش ساختمان بود پیش از این نیز در سال 72 به اتهام فعالیت در سندیکای نقاشان بازداشت و حدود 18 ماه زندانی شده بود ایران فردا یاد و نامش را نکو و جاودان می داند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا همینک و در بخش میانی برنامه کاوشی خواهیم داشت بر اهم مطالب روزنامه های امروز دوشنبه 23 شهری ماه همان همانگونه که در صدر برنامه ها اشاره شد جدال جدید سعید جلیلی و ظریف و رو آمدن اختلافات کهنه این دو دیپلمات عرصه دیپلماسی هسته ای بر صدر روزنامه های امروز جای گسترده ای داشت در این میان عمده روزنامه های نزدیک به طیف تحول خواهان خانشی مثبت از موزه ظریف اتخاذ کرده بودند از جمله روزنامه آفتاب یزد در حالی که ظریف را نشان میداد که رویا روی جلیلی اظهار موضع می کند در بررسی فرجام تحریم ها و لقب آن پس از اجرای توافق هسته به نقل از ظریف نوشت که می شود و از سوی جلیلی نیز تأکید می کرد که نه نمی شود که در واقع دال بر وجود اختلاف دیدگاه و شکاف فکری در دو سوی کمپ دولت اعتدال و اردوگاه اصولگرایان به رهبری علی خامنه است اما روزنامه یافتاب است که مدام از فسادهای سازمان یافته در ارکان دولت پیشین پرده های تازه کنار میزند و پس از رونمایی از زمین خاری و رودخاری و کوخاری و کویرخاری در گزارشی تازه خبر داد که دیگر زمینی برای زمین خاری نمانده است. که این هم حکایت از موج هولناک ویرانسازی ایران از سوی برخی از مسئولین فاسد در نظام جمهوری اسلامی است خاصه در دولت محمود احمدی نژاد که هر روز پرونده های تازه از فسادهای فزاینده و انباشته آن نوع دولتیان کنار می روید. برق میزنیم با روزنامه دیگر و موضوعات دیگر روزنامه مردم سالاری گلایه و هشدار ظریف دولت آمریکا را تیت برجسته ساخت و به نقل از وی نوشت دولت آمریکا را مسئول اجرای برجام میدانیم نه کنگره که در واقع هشداری بود به کشمکش های بیپایان کنگره و سنا از یک سو و دولت آمریکا در جبهه دیگر ادامه میده هم با موضوع دیگر سرگردانی پناهجویان در مرز یونان با مقدونیه عنوان اصلی روزنامه مردم سالاری بود که وقایع تلخ ماجراهای پناهجویان سوری و عراقی رو در واقع اشاره می کرد که بعضا در دریا غرق می شوند یا در مرزهای کشورهای اروپایی در بیپناهی به سر می برند. روزنامه قانون اما هشدار تند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به طیف افراتیون موضوع یک صفحه یک برگزید و به نقل از حسن روحانی هشدار داد که اجازه نمی دهیم ها به امید ملت ضربه بزنند. ورق میزنم و ادامه میدهم با موضوعی دیگر و روزنامه دیگر در ایران ابتکار به حمله سباره سعید جلیلی در طول هفته گذشته اشاره داشت و پاسخ ظریف را اولین جواب وزیر خارجه به منتقدان تون رو توصیف کرد و اما گمان زنی درباره دیدار روحانی و اوباما عنوان اصلی روزنامه ابتکار بود که به سومین سفر حسن روحانی به نیویورک و سخندانیش در اجلاس سران سازمان ملل اشاره کرد که گویا احتمال دیدار دور رئیس جمهور ایران و آمریکا را گمانه میزد در نشستی با برخی از کارشناسان بر اساس گزارش روزنامه ابتکار روزنامه نزدیک به طیف دولت دو کارشناس عرصه اقتصاد و سیاست آقایان سعید لیلاز و تابش در این موضوع خاص گمانه زدند. سعید لیلاز با اشاره به اینکه در این که گونه جلسات هیئت‌های های دیپلماتیک تعداد ملاقات انجام میدهند که بعضا اگر بخواهند در طول سه چهار ماه هم در کشور خود یا سفر به دیگر کشورها انجام دهند ممکن نخواهد بود نتیجه گرفت که از این رو میتواند در یک روز ملاقات هایی با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری را داشته باشند بنابراین قطعاً سومین سفر از منظر این کارشناس میتواند بسیار مثبت ارزیابی شود محمدزاده تابش نیز در این رابطه اظهار کرد از آن جهت که شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل یک اجلاس کاملا سیاسی است اما بیان دیدگاه ها نسبت به مهمترین مسائل سیاسی و اجتماعی میتواند تغییر دیدگاه ها و ذهنیت ها را به دنبال داشته باشد که میتواند های اقتصادی نیز به دنبال آورد که در واقع به طور تلویحی ابراز امیدواری میکردن هر دوی این کارشناس روزنامه ابتکار که با انجام دیدار احتمالی میان دو رئیس جمهور برکات اقتصادی و گشایش دیپلماتیک بیشتر برای جمهوری اسلامی محقق شود. همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با روزنامه های مختلف روزنامه اعتماد نیز به نقل از ظریف وزیر خارجه ادعای تثبیت حق غنیسازی و فرمول رفع تحریم را در مذاکرات آلماتی رد کرد و از سوی ظریف خبر داد که ادعای جلیلی سند ندارد و اما روزنامه آرمان نزدیک به طیفی از مردان کارگزاران منتصب به هاشمی رفسنجانی با اشاره به موج جدید اختلافات فقاهتی دو فقیه برجسته و رکنی نظام فقها ها یعنی هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی در مطلبی با عنوان روایت این روزهای دعایت الله از ناماوری هاشمی در وسیعتنامه خمینی یا صحیفه نور به تعبیر آنان رهبر سابق ایران عنوان امتیازی خاصی یاد میکرد که اعتبار برتر و بالاتری نسبت به فقیه اصولگرایان یعنی مصباح یزدی دارد و اما نوسانات ارزی در روزهای اخیر نیز موضوع گزارش های خبری, خبری تحلیلی بسیاری از روزنامه های اقتصادی امروز بود بر اساس گزارش روزنامه های اقتصادی کشور ادامه افزایش قیمت دلار حتی شاعبه دستکاری دولت در بازار ارز برای تأمین کسر بودجه رو منجر شد بر مبنای تحلیل روزنامه های اقتصادی با تداوم روند سو سعودی قیمت ارز و رسیدن قیمت دلار به 3460 تومان در بازار تهران شعبه دستکاری نرخ ارز در بازار پررنگ شده و شاهد نوساناتی در بازار ارز هستیم بنابر گزارش روزنامه ها که این جهش بیشتر در عواسط ما و مقارن با پرداخت یارانه نقدی اتفاق افتاد چرا که دولت با توجه به کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی و کاهش منابع ارزی چاره جز دست کاری نرخ ارز ندارد همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با چکیده یادداشت تحلیلی روزنامه ایران ارگان دولت در ستون اول دفتر شماره امروز با اشاره به مخالف جدید جلیلی نوشت که نشست جدید تریبون کمیسیون برجام در سومین روز حضور تیم جلیلی به این سمت رفت که در هدف و قایت کار ظریف و کلا دیپلماسی روحانی مبنی بر برچیدن تحریم تشکیک ایجاد کنند. از منظر ستونویس روزنامه ایران اتفاق تلخ تر است که در همه روزهایی که جبهه رقیب منظور طیف احمدی نژادی ها چون این سازمان سخت گیرانه برای تحریم ایران ساخته و پرداخته می دولت وقت و تیم هستهی آن در این سو سخن از واهی بودن تحریم ها به میان می آفرین چیتساز نتیجه می گرفت داستان به سخره گرفتن و هیچ انگاشتن تحریم ها تا چند ماه پیش نیز ادامه یافت تا آنجا که وقتی روحانی از اثرات مخرب تحریم بر حوزه های محیط زیست سخن گفت ادهی از تریبون های جریان تندرو مدعی شدند که تحریم ها نه تنها مذر و خسارت بار نیست بلکه محبت بوده است روحانی در پاسخ نسبت به تحرک طیف کاسبان تحریم هشدار داد و با سراحت اعلام کرد که دولت, دولت اعتدال تحریم را ظالمانه ترین اتفاق در حیات سیاسی ملت ایران می داند. و اما در وقت باقی مانده گزیده یک گزارش از روزنامه شرق را با هم مرور میکنیم که بنابر اهمیت موضوع علا رقم که این گزارش در روز یک شنبه منتشر شده بود مناسب دیدن که اشاراتی داشته باشم و با هم به بازخانی چگونگی روند فساد فزاینده در ساختار نظام جمهوری اسلامی که به شکل مافیایی هر روز به خود در واقع متجلی می شود با هم بازخوانی بکنیم بر اساس گزارش روزنامه شرق در رونمایی از یک پرونده فساد مالی دیگر گزارشی درباره قرارداد پرهاشی ایران و ترکمنستان میخواندیم و از خروج یکی از متهمان این پرونده مشهور به مرد 700 میلیون دلاری از ایران و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز و ارجمند به تماشای ادامه برنامه های امشب از جمله برنامه آن سوی خبر این جانب از محضر یکایی که شما خداحافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود